you جلسه سوم خوش اومدین درباره چیزی که میخوام صحبت کنم خیلی هیجان زدم عنوان جلسه جی پی اس درونیه بذارین با یه سوال شروع کنم میخوام اینو بپرسم و نمیخوام به سطحی نگاه کنید هدف غایی زندگیتون چیه؟ به عبارت دیگه چه میلی به خواسته ها و امیال دیگهتون میچربه؟ میتونین رو راست باشین؟ چون اگه صادق باشین عاقبتتون به جایی ختم نمیشه که نمیخواین برای مثال اگه تلفنم رو بردارم و بخوام برم به پاساش و از روی گوشیم مسیر رو پیدا کنم تا من رو به پاساش ببره میخوام برم به پاساش ولی سر از فرودگاه در میارم واقعا حالم گرفته میشه ای میبینم ترمینال A ترمینال بی میگم چی؟ چون به مقصدی رسیدم که قصد نداشتم اونجا باشم چون جی پی رو اشتباه تنظیم کردم آدرس اشتباه دادم این چیزی که از شما میخوام بپرسم جی پی اس درون شما روی کجا تنظیم شده هدف قایی شما جایی که جی پی اس شما روش تنظیمه پولس در فیلیپیان میگه برای رسیدن به خط پایان میکوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فراخوانده است جی پی اس اون تنظیم بود اون میدونست دنبال چیه و منحرف نمیشه اگه در راه رسیدن به مقصدی که جی روی اون تنظیم با هر زحمت و مشقتی رو به رو بشه پس GPS شما روی چی تنظیمه؟ روی اینکه پول کافی داشته باشین یا دوستان زیادی داشته باشین یا بدنام و خوشنام بودن رو تجربه کنین از نوعی زندگی خاص لذت ببرین در کارتون بهترین باشین شاید جواب بدین من همه اینها رو میخوام اکثرا همین جواب رو میدن اما چه میدی بر خواسته ها و امیال دیگرتون سنگینی میکنه این رو باید از خودتون بپرسین مهمه که این مقصد رو مشخص کنین چون اگه برای رسیدن به مقصد به چند راهی برسین باید انتخاب بکنین برای مثال فرض کنیم من میخوام به پاساژ و سوپرمارکت برم و فکر میکنم هر دو کنار همن فقط وقت رفتن به یکی رو دارم جی پی رو تنظیم میکنم به مقصد پاساژ با این فرض که سوپرمارکت طرف مقابله GPS من رو میبره به مسیری که به سمت بازار و سوپرمارکت میره و تا جایی مسیرها یکی هن. ولی در نهایت اصلا جدا میشن و من رو به پاساج میبره سوپرمارکت مایل ها از من دور میمونه من فقط وقت رفتم به یکی رو داشتم پس اون روز گرسنه نمیمونم چون میخواستم اول به سوپرمارکت برم و بعد به پاساج برم میخوام این کار رو انجام بدین حالا مشخص کنین هدف غایی زندگیتون چیه؟ مهمه چون اون موقع به این خاطر جی پی اس تون رو درست تنظیم میکنید اگه هدف غاییتون اینه که از نظر اخلاقی پاک روکراس خوب ساله و از نظر مالی مطمئن باشید عاقبتتون مثل جوان ثروتمند میشه شخصی درست کار اما ناقص اگه هدفتون اینه که دوستان زیادی داشته باشین میشین مثل هارون در جامعه اون فکر میکنه جامعه عالیه نقطه سقل اون جماعته ولی با این حال قلبهای اونها رو هر روز از خداوند دورتر میکنه شاید بخواید سخنران، هنرمند و رهبری معروف بشین یا شاید خیلی ساده بخواین اعضای فیسبوک یا توییترتون زیاد بشه ممکنه به اون هدف برسید ولی میشین مثل اخزی های اسرائیل معروفترین مرد در تمام قلمرو که در انزوا مرد جی پی درون شما ممکنه اصیلتر و خیر اندیشتر باشه شما میخوایم با سخاوت به فقرا بدیم میخوایم به قربانیان ناعدالتی اجتماعی کمک کنین اما با این حال پولس گفت میتونم هر چی دارم رو به فقرا بدم میتونم به قربانیان بی کمک کنم اما هنوز یه چیزی رو بخوام در اول قرنتیان شاید بخواید در کلیساتون بخشنده ترین فرد باشین ممکن عاقبتتون مثل سفیره و هنانیا بشه کسایی که هدایای بسیاری دادن ولی همون روز هلاک شدن اگه بخوام درباره زندگی خودم بگم قبلا فکر می کردم هدف والایی دارم سالها پیش واقعا میرفتم بیرون و برای یک ساعت و نیم دعا می کردم. هر روز صبح میرفتم بیرون برای یک ساعت و نیم دعا میکردم زاری کنان از خداوند میخواستم خدای از من استفاده کن خدای از من استفاده کن تا بیمارا رو شفا بدم از من استفاده کن تا قلب هزاران نفر رو به سمت عیسی بکشم منو به سمت کشورها بفرست تا بشارت تو رو برسونم از من استفاده کن تا مردم رو آزاد کنم از من استفاده کن تا انجیل رو در سراسر دنیا موعظه کنم و با احساس دعا می کردم و میگفتم خدای به من جانها رو ببخش بعد از یک سال و نیم که اینطور دعا کردم روزی رول قدس مانعم شد و گفت دعاهات هدفمند نیستند جی پی درونی تنظیم نیست دوباره یکم به هم برخورد گفتم چی؟ مطمئنی سراغ فرزند درستی اومدی؟ سر شلوغ شاید من رو به یکی دیگه اشتباه گرفتی من دارم دعا میکنم که مردم رو به سمت ایسا بیارم ملت ها رو برای ایسا بخرم و خدا رو بهم به گفت اون گفت یهودا هم از تو به میکرد یهودا مریضا رو شفا داد همه چیز رو رها کرد تا به دنبال من بیاد یهودا انسانها رو آزاد میکرد یهودا الان در جهنمه یادم وقتی اینو به من گفت شروع به لرزیدن کردم میرم لرزیدن چیه؟ واقعا شروع به لرزیدن کردم گفتم خدایا پس هدف من چی باید باشه؟ خداوند جوان ثروتمند و فرمانروای دیگه رو به من نشون داد این شخص شاهزاده قم بود اسم اون موساست موسا در عالی ترین خونه دنیا در اون موقع بزرگ شد باید به زندگی موسا فکر کنید در کاخ سلطنتی زندگی می کرد هرگز دستشویی نشسته بود هرگز تختش رو مرتب نکرده بود هرگز غذا درست نکرده بود یا ظرف نشسته بود میرد پیش آشپز سلطنتی و میگفت من فلان غذا رو میخوام و اونها هم براش درست میکردن هر مازراتی لامبورگینی و هامری که تولید شده رو داشت اگه حال رانندگی نداشت راننده شخصیش رو صدا میزد روساش با هر چی که میخواست میتونست بگذرونه اگه دوستاش مسابقه بده میتونست مسابقه یه روزه را بندازه اگه میخواست ارتش رو رهبری کنه رهبری میکرد واجد و شرایط ترین فرد در تمام اون سرزمین بود نه فقط میتونه از دوست دخترهای زیادی داشته باشه بلکه میتونه از یا اصلا حرم سرا داشته باشه میتونه هر چه رو که میخواد داشته باشه احتمالا خوش شانس ترین مرد روی زمین بود چون هیچ چیزی به جز تاج و تخت از اون مهن نمیشد اصلا کی تاج و تخت رو میخواد کی میخواد 24 ساعت نگران کشور باشه نمیشه که هم مزایای شاه بودن رو داشته باشه و دردسرش مال من نباشه حالا ببینیم کلام چی میگه در ابرانیا 11:24 میگه به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد امتیازات دربار مصر را رد کرد و زندگی دشوار کنار قوم خدا را به زندگی فرصت طلبانه و خوش کنار ظالمین ارجه دانست چه اتفاق میفته اینجا جی پی اس درونی موسی به اون دیکته میکنه که خواسته اصلیش در جایی که هست محقق نمیشه همینطور در آیه 26 میخونیم و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود باید بپرسیم او به چه پاداشی نگاه میکرد بعضی فکر میکنن سرزمین معود من اینطور فکر نمی کنم چون قطعا سرزمین معود چیزی بیشتر از مصر نداشت و اون موقع مصر حاصل خیز بود و فکر نمی کنم موسی میتونست خونه بهتری بسازه به اگه به سرزمین موعود میرفت پس پاداش اون چیه چرا که اون همه چیز رو به خاطر پاداش رها کرد خب پاداش واقعا اون نمیدونه که کی میره اما چند سال بعد میفهمه که اون چیه یه جورایی مثل اینه که در ورمون زندگی میکنید زمستونه و سرما بدتون میاد و میگین میخوام برم جنوب کنار ساحل و جاده 95 میریم پایین به ویرجینیا میرسین میرید به پمپ بنزین و عکسی از پام بیچ میبینین و میگین من میخوام برم اینجا جی پی رو روشن میکنید و به سمت پام بیچ میرین موسا خانه سلطنتی مصر ترک کرد و با خودش گفت چیزی رو که واقعا دنبالشم اینجا پیدا نمیکنم اما سالها بعد فهمید که دنبال چیه سالها بعد خداوند رو در بوته ملاقات میکنه و چیزی رو که بیش از همه میخواست پیدا میکنه یعنی حضور خدا رو چون پاداشش چند سال بعد از این اتفاق مشخص میشه چند سال بعد قوم اسرائیل از مصر بیرون اومدن با معنا زندگی کردن حالا خوب گوش بدین شما با خیلیتون میگین معنا عالیه میتونید تصور کنید برای چهل سال فقط مرغ بخورین خیلی خوب لباس هاشون هرگز عوض نمیشد، بازاری وجود نداشت میتونی تصور کنید یه جفت کفش رو برای چهل سال بپوشین؟ شرایط سختی بود خیلی سخت بعضی وقتا نیاز به کمک خدا داشتن تا نجات پیدا کنند. و ببینید در خروج 33 خدا به موسا چی میگه؟ موسا و خدا بالکو تنها هستند و خدا به موسا میگه این مکان رو ترک کن تو و این قوم که از سرزمین مصر برآوردی و به سرزمینی برو که به ابراهیم اسحاق و یعقوب سوگند یاد کردم و گفتم آن را به نست تو خواهم بخشید فرشته میفرستم تا تو را هدایت کند و همه قوم ها رو از اون سرزمین بیرون میرانم اما ببینید آخر چی میگه ولی من خود با شما نخواهم بود به دیگه خدا داره میگه این سرزمینی که 430 سال منتظرش بودین بریم به اونجا فرشته جلوتر از شما میفرستم تا همه قومهای های ساکن رو بیرون بکنه اما خودم نمیام حالا عجب فرصتی محبوبیت موسی از همیشه بین قوم کمتره تمام کاری که باید بکنی اینه که بری پایین و بگی رفقا داریم میریم یه فرشته انتخاب شده که تا اونجا هدایتمون میکنه اونا جشن میگیرن و محبوبیت موسا زیاد میشه همه چی خوبه اما ببینید موسا به خدا چی میگه در آیه 15 میگه اگر شخصا با ما نمیایی ما رو مجبور به رفتن نکن میدونی موسی چی میگه موسی میگه من ترجیح میدم تو این شرایط اسفبار زندگی کنم وضعیت ما رو از این بهتر نکن شرایط سختی بیابان حیات وحش نه بازاری نه رودخونه نه هوای خوبی من ترجیح میدم تو همین شرایط و در حضور تو باشم تا در سرزمین معود و خارج از حضورت این پاداش موسا بود میتونید تصور کنین وقتی اینو گفت خدا چقدر خوشحال شد بگی خوشحال شد خدا پیشنهاد داد تا کاری انجام بده براشون و موسی دست خدا رو رد کرد بذاری مثالی بزنم واسهتون من و لیزا در تعطیلات بودیم زمین گلف عالی تو اون منطقه بود بعضی از دوستام گفتن جان بریم گلف زنم به هم گفت که عزیزم برو بازی کن چون اون میدونه من چقدر از گلف لذت میبرم اون روز نگاش کردم و گفتم نه عزیزم میخوام روز رو با تو بگذرونم خیلی خوشحال میشد اگه گلف بازی میکردم اما خوشحال تر بود که من او رو به جای گلف انتخاب کردم چون میدونه چقدر لذت بخش واسم و اون روز روز خاطر انگیزی شد چون میدونست من بودن با اونو به کاری که ازش لذت میبردم ترجیح دادم میبینی خدا به موسا پیشنهاد میده نه به اسرائیل میخوایم بدونین چرا چون اسرائیل نمیخواست مصر رو بگیره درسته؟ اونو میخواستن با یه فرشه به سرزمین وعده برسن پس خدا این پیشنهاد رو به اسرائیل نمیده چرا؟ چون اسرائیل وعده ها رو میخواست نه حضورش رو موسا حضورش رو بیش از وعده ها میخواست GPSش تنظیم بود. میدونست داره کجا میره. چرا GPS متفاوت تنظیم شده بود؟ اگه واقعا دربارش فکر کنی خیلی فوق العاده است. موسا در محیطی که شهر دادن بزرگ شده بود هرگز یک بار هم نمیگه میخوام به مصر برگردم برام بهتره همون وضعیت سختی رو که قم داشت اون هم متعمل شده بود اسرائیل از مصر بیرون اومده بود و مدام میگه برگشتن به مصر خیلی بهتره میخوایم برگردیم برگردیم چرا اینجوریه چون موسی ملاقاتی با خداوند در اون بوته داشت میدونیم موسی چی کار کرد وقتی قم رو از مصر بی بیرون رهبری کرد اونا رو به سرزمین مود نیاورد اونا رو به کوی آورد که خدا رو در بوته سوزان ملاقات کرده بود مردم همیشه فکر میکنن موسا وضعیتش مشخص بود اینکه مقصدش سرزمین معود بود نه 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 اون به فرعون گفت قوم مرا رها کن تا در صحرا مرا عبادت کنند. چرا موسا اونها رو قبل از اینکه به سرزمین معود ببره میخواست به حضور وعده دهنده بیاره بعد اونها سرزمین معود رو تبدیل به بت کردن میدون چقدر از افراد به سمت عیسی میان به خاطر اینکه چیزی از اون بگیرن نجات شفا برکت ثروت آرامش محبت مثل اینه که زنی با مردی به خاطر پولش ازدواج بکنه شاید دوستش داشته باشه اما به دلیل اشتباه موسی گفت خداوند من, من تو رو میخوام مهم نیست در چه وضعی من تو رو میخوام چون موسی میدونست برای شناخت کسی باید در حضورش بمونی میتونین درباره کسی اطلاعاتی داشته باشین اما نمیشناسیدشون مگر اینکه کنارشون باشین موسا اونها رو از مصر بیرون میاره میدونیم به کجا میارتشون درست به جایی که خداوند من رو ملاقات کرده بود به کوه سینا جایی که بوته آتش بود ببینید خدا به موسا چی میگه خدا به موسا گفت به قوم این رو بگو خروش 19 -4. شما خود دیدید که بر مستیان چه کردم و چگونه شما را بر بالهای عقاب هم حمل کرده نزد خدا آوردم میبینید خدا میگه تنها به یک دلیل شما را از مصر آزاد کردم تا نزد خود بیارم و بشناسمتون من باباتونم پدرم و به قلب پدرانه دارم چون اگه به آیه 6 از خروج نگاه کنیم میگه به اونها بگو شما قومی خاص هستین و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس این چیزی که میخوام به قوم اسرائیل بگی کاهن کسی که برای خودش یا برای شخص دیگه به خدا نزدیک میشه خدا میگه میخوام همه شما کاهنان من باشین، میخوام با همه تو رابطه سمیمانهی داشته باشم و خدا میگه خیلی خوب موسا تو قوم رو میشناسی و من رو هم میشناسی ملاقاتی هم کن متوجه این اگه هری جین رو بشناسه و هری اوریل رو هم بشناسه اما اوریل جین رو نشناسه هری باید اونها رو به هم معرفی کنه موسا خدا رو میشناخت خدا رو در بوته آتش ملاقات کرده بود و موسا قوم رو هم میشناخت پس خدا گفت زود باش رفیق معرفی مون کنون درسته؟ خدا میگه باشه اینطور انجامش میدیم در آیت ده یازده میگه نزد قوم برو و در دو روز آینده اونها رو بله ملاقات با من آماده بکن به اونها بگو جامعه های خود رو بشورند و روز سوم آماده باشند یه لحظه آیا خدا به بهداشتم مگه حساسه؟ لباساشون رو بشورن؟ اینجا چه خبره؟ باید یادتون باشه که هر چیزی در عهد عتیق که بیرونیه به نوعی در عهد جدید درونی محسوب میشه میدونی خدا به اونها چی میگه هنوز کثیفی مصر روی لباساتونه من قصد ندارم هم با شما هم با دنیا رابطه داشته باشم مصر نمونه ای از دنیاست من میخوام با شما رابطه داشته باشم نمیخوام با مشوقه شما مصر رقابت کنم پس از شهر آلودگی مصر خلاص بشین چون شما رو کامل واسه خودم میخوام چیزی که داره میگه اینه که من رابطه ای مفت طلبانه نمیخوام منظورم از گفتن این چیه؟ یکم مایه آبروریزیه اغلب وقتی در سفرم این اتفاق همین پارسال افتاد من و لیزا تو فروشگاه لوازم خونگی هستیم اونجا فقط یه زوج دیگه تو فروشگاه بودن فکر کردم پدر و دخترن بعد از اینکه کمی برفاشون گوش کردن فهمیدم که با هم زندگی میکنم و یه جایی رو تازه با هم خریدم و تازه میخوان اونجا رو مبله کنن حالا این مرد که واقعا چاقه ظاهر مرده چندان خوب نبود اما دختر جذاب بود لباسهای تنگه تنگ هیکل روی فرم و جوان شاید 20 سال 15 سال از اون جوانتر بود معلومه چه خبره خب مرده پول داره و اینو میدونه دختر همینو میدونه دختره اون رو به خاطر پولش میخواد اما خب اون با خودش فکر میکنه اشکالی نداره من سکس بهتری میخوام دختر جوان میخوام میخوام خوب به نظر بیام پس اونها از هم استفاده میکنن اشتباه برداشت نکنین کسی هستن که 15 سال به هم اختلاف سن دارن زن و شوهرم و خالصانه عاشق همن زوج رو هم که 30 سال اختلاف دارن و عاشق همن همه ازدواج ها اینطور نیستید اینطور فکر نکنید اما در این مورد کاملا واضح بود چون میتونستین غم رو تو صورت دختره ببینین اون از زندگی داشت نه شادی و خدا میگه من چنین رابطه ای نمیخوام نمیخوام که من رو به خاطر چیزی که میتونم بهتون بدم بخواین منم قصد ندارم با عروس کچونم ظاهر خوبی به خودم بگیرم قومی رو میخوام که مشتاق من باشن پس خدا میگه رابطه من طلبانه نمیخوام از شر معشوقت مصر خلاص شو از کسافات روی لباست خلاص شو بین همین موضوع رو در عهد جدید بررسی کنیم در عهد جدید همینطوره آره بهتر باور کنین پولس در دوم قرنتیان باب شش اینطور میگه از قول خدا میگه بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت این صحبت در مورد خداست که میگه من حضور خود رو در بین اونها نمایان میکنم پس خداوند میگه از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید هیچ چیز نجس را لمس نکنید و من شما را خواهم پذیرفت پس پذیرفتن ما توسط خداوند در حضورش به شرطیه که ما از کسافات دنیا خلاص بشیم من شما را پدر خواهم بود و شما ما را پسران و دختران خواهید بود پس چون این وعده ها رو داریم وعده قرار یافتن خداوند میان ما عزیزان بیاین خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم ترجمه دیگه میگه خود را از تمام ناپاکی های جسم و روح تطهیر کنیم و در کمال قدوسیت سایی چون خوف خداوند در ماست بار دیگه خداوند در جدید هم میگه که رابطه سودجوانه نمیخوام میخوام با شما رابطه واقعی داشته باشم میخوام به خاطر کسی که هستم من رو بخواید و شما رو به خاطر کسی که هستید بخوام شما رو به خاطر کاری که میتونم براتون انجام بدم نمیخوام میخوام من بهخاطر به خاطر کسی که هستم بخواد. آیا شما یا یکی از آشنایانتان به زبانی غیر از انگلیسی صحبت کنید؟ آیا به دنبال تعالیم الهام بخش بیشتری از جان ولیزا بیبر هستید به وبسایت cloudlibrary.org که مخصوص دانلود کردن منابع و ویدیوهای رایگان است مراجعه کنید زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید از کتابخانه جامع امام منبع مورد نظرتان را انتخاب کنید کتاب های الکترونیکی پیغام ویدیویی کتاب های صوتی و تعالیم برنامه تلویزیونی کتاب مقدس ها. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت cloudlibrary.org مراجعه کنید. برای همینه که یعقوب رسول می نویسه آیا گمان می برید که بیهوده گفته است روحی که خدا در ما ساکن کرده روح قدس رو میگه تا به حد حسادت به کلمه مشتاق دقت کنید مشتاق ماست مشتاق یعنی چی؟ به معنای خواستن همیشگی و شدیده برای چی؟ برای شما مشتاق شماست اون همیشه خواهان شماست خیلی اینو دوست دارم من و زنم عاشق همیم اما شرط میبندم اگه دو نیم شب بیدارش بکنم زیاد خواهان من نیست من هم همینطور من ممکنه بگم چرا بیدارم کردی اما خدا همیشه مشتاق شماست میخوام بهش فکر کنین اون مشتاق شماست هیچ وقت پسری رو دیدین که عاشق دختری باشه پسر فقط عاشق اون دختره اما اون دختر گیر پسرهای دیگه است چطور قلب اون پسر همشه میشکنه خدای من با اون ازدواج میکنم بهتر از هر پسری بهش میرسم بیشتر از هر کی دوستش دارم اما دختره خیلی حواسش به پسرهای دیگه است ولی پسر مشتاقشه ببین روحی که خدا در ما ساکن کرده مشتاق ماست خدا به موسا هم همین رو گفت من فقط اونها رو بیرون آوردم از مست تا اونها رو نزد خودم بیارم اون ایسا رو به این خاطر فرستاد تا ما رو به حضور خودش بیاره چون خیلی ما رو دوست داره به این نکته توجه کنید آیا گما میبرید کتاب بیهوده گفته از روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد چی؟ چی میگه؟ حسادت مشتاق ماست؟ اون کلمه چی بود؟ منظور خدا از این کلمه چیه؟ بذار طور بگم فکر میکنید زنم لیزا بخواد راستاش و خواسته های قلبیش رو با من در میون بذاره اگه من دنبال رابطه با دختر دیگه ای باشم نه به چیزی که یعقوب میگه دقت بکنید اون داره میگه آیا در پی دوستی با دنیایی تو زناکاری کی زناکار زناکار کسی که با کسی عهد و پیمان در رابطه داره ولی این عهد رو با برقراری رابطه با کسی دیگه زیر پا میذاره دقت کنی که یعقوب میگه کلام میگوید میدون داره چی کار میکنه همش داره از خدا نقل قول میکنه خدا تا به حد حسادت مشتاق ماست او ما رو برای خودش میخواد میگه آیا نمیدانی دوستی با دنیا دشمنی با خداست همه بگن دشمنی میگه هر که با دنیا دوستی کند خود را دشمن خدا ساخته است. حالا اینجا منظور از کلمه دوستی چیه؟ کلمه دوستی معادل کلمه فایلوس در یونانیه که به معنای علاقه دوستی و همراه شدنه. فیلیا یعنی دوست یا دوست شدن. لغتنامه واینز می نویسه این کلمات معنی دوست داشتن و دوست داشته شدن رو در خود نهفته دارند. پس هر کسی میخواد با دنیا دوست باشه با خدا دشمن میشه به عبارت دیگه هر کسی بخواد دنیا رو دوست داشته باشه و دنیا رو دوست داشته باشه خودش رو دشمن خدا کرده حالا در کلام عیسی چطور این ظاهر میشه ببینیم عیسی در یوحنا 15 19 چی میگه میگه اگه به دنیا تعلق داشتین دنیا شما را چون کسان خود دوست میداشت اما چون به دنیا تعلق ندارید بلکه من شما را از دنیا برگزیدم دنیا از شما نفرت دارد حالا سوالی که باید بپرسم اینه که آیا واقعا دنیا از ما متنفره؟ طبق گفته عیسی باید متنفر باشه. حالا این سوالی رو به ذهنم میاره. سوالم اینه اگه ما مورد نفرت دنیاییم پس چطور میتونیم زندگی بکنیم، عمل کنیم و در دنیا سمر بخش باشیم؟ چطور میتونیم به دنیا برسیم؟ اگر دنیا ما رو دوست داشت، آیا روی گمشده ها بیشتر تاثیر نداشتیم؟ اینا سوالات سختی و نیاز بهشون جواب بدیم. باید به موقعیتی که این متن درش گفته شده توجه کنیم یوحنا رسول طرف دیگه رو مورد بررسی قرار میده و میگه دنیا رو دوست نداشته باشین عیسی میگه دنیا شما متنفره و یوحنا میگه دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید اگر کسی دنیا رو دوست بدارد محبت پدر درون نیست پس اینجا واضحه که خدا نسبت به ما حسادت داره خب نمیگه خب من رابطه با شما میخوام ولی هر معشوقه دیگه که بخوای میتونی داشته باشی من مشکلی ندارم زنم هرگز یه همچین ای به من نمیده منم به زنم یه همچین اجازهی نمیدم چرا فکر میکنیم خدا با این مسئله مشکلی نداره؟ چرا فکر میکنیم خدا مشکلی نداره اگه ما مرتکب زنا بشیم و با دنیا دوستی کنیم؟ این سوالاتی که این روسا باید بپرسیم چون زندگی دنیایی داره به داخل کلیسا راه پیدا میکنه. اما بیاین این رو شناسایی کنیم. دنیا معادل کلمه کازموس در یونانیه. که به معنای جهان کنونی نظام موجود در آن است که در مقابل قرمرو عیسی مسیح قرار میگیره و به این خاطر همیشه همراه با ایده هایی مثل بی بی‌ارزشی و امیال بی همراه همراهه. این رو از لغتنامه کامل کلام خوندم. اگر قرار باشه کمی به عقب بریم و جامعهمون را در طول زمان ببینیم، تغییرات رو به وضوح میبینیم. اون بی صوباته. تغییر در اکثر موارد خوبه. شما پیشرفت، رشد، رشد علمی رو دارین. همه اینها خوبند خدا این رو دوست داره چون گفته بارور و کثیر شوید اگرچه از نظر اخلاقی خدا تغییرات اخلاقی رو دور شدن از خودش میدونه نه نزدیک شدن بهش در جامعه چیزی که امروز از نظر اخلاقی قابل قبوله معمولا در گذشته غیر اخلاقی و از نظر اجتماعی غلط محسوب می شده. بذارین یه مثال بزنم. ما برای دیدن فیلم بالای 13 سال جمع شدیم. در این فیلم شما صحنه های زنا ناسزا به بتارت بردن نام خدا جادوگری و افسون رو به راحتی میبینین این شخصیت های بعد داستان نبودن که با هم زندگی میکردن در واقع آدم خوبا بودن همین فیلم سیزده سال به بالا رو به شش سال عقبتر یعنی به دهه پنجاه ببرید چی میشه؟ شورش مردم اعتراض میکنن تحریم میکنن چطور جرأت میکنن یه مرد و زن رو, رو روی تخت خواب بدون لباس نشون بدن چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما باهوشتر شدیم؟ راه بهتری پیدا کردیم؟ نه دنیاست که ناپایداره ساده بگم کازموس فرهنگی که ذهنهای تاریک اونو خلق کردن کتاب مقدس در اول یوحنا 5:19 میگه تمامی دنیا در آن شریر لمیده است کلام خیلی ساده میگه که هر چیزی که این دنیا پیشنهاد میده هر چیزی در این زمینه هاست هوای نفس حوث چشم و غرور مال و مقام به عبارت دیگه اگه بخوایم خلاصه بکنیم که دنیا دنبال چیه باید بگیم هوا، هوس و مقام دارت المعارف کتاب مقدس میگه دنیا دوستی مربوط به دخیل شدن در امور سوال برانگیز نیست بلکه اینه که ما دیدگاه ها ارزش ها و نگرش های فرهنگی رو بپذیریم بدون اینکه در موردشون تعمل بکنیم و اونها رو از دید کلام خدا بررسی کنیم به سادگی بگیم خود ما منشه استاندارد گذاری برای خوب یا بد دونستن چیزی هستیم حالا قبل از اینکه ادامه بدم میخوام بگم دنیا دوستی چی نیست و دلیل اینکه این که ای رو میخوام بگم اینه که شریعت گرایی قاتله شریعت گرایی داخل کلیسا نفوذ کرده و مردم رو از زیبایی قدوسیت دور کرده در دو سه جلسه بعد درباره قدوسیت حرف میزنم و اینکه اگه در پی اون نباشیم چه چیزایی رو از دست میدیم قبل از اینکه در این باره حرف بزنم باید درباره کلمه شریعتگرایی صحبت کنم چون به این خاطر که مردم به حفظ قدوسیت واقعا اهمیت نمیدن در حالی که کلام بر حفظ و دنبال کردن قدوسیت پافشاری میکنه با من میخوام قسمتی رو براتون اینجا بخونم وقتی بحث تعریف دنیا میشه تاکید بر شکل بیشتر از تاکید روی انگیزه است شریعت گرایی از بی قانونی صحبت میکنه پس میخوام شریعت گرایی رو تعریف کنم شریعت گرایی تبعیت <تصفح> بیچون و چرا از قانون یا دستورالعمل به خصوص بیشتر به کلمات به جای روح <تصفح> یعنی قضاوت کردن عمل کرد بر اساس قوانین خشک و دقیق خیلی از ما داستان های وحشتناکی درباره مسیحیت بدون روح و حیات شنیدیم شعبان ها کتاب مقدس رو روی منبر میکوبن و قانون و مقررات رو اعلام میکنن که مردم باید از اونها پیروی بکنند. اونا زنهایی رو که شلوار یا هر لباس مد روز میپوشن یا جواهر آرایش پیرسینگ یا هر مدل رنگی دارن رو دنیوی میدونن مردها هم از تیررس موزه هاشون خارج نیستن مد روز بودن به همراه خالکوبی پیرسینگ و موی بلند قبیح محسوب میشه تمام نشده با گناهکاران در مهمونی دیده شدن هم محکومیت خودش رو داره کسایی که به سینما میرن یا در جمع اجتماعی شرکت میکنن مورد سرزنش قرار میگیرن دوستای خارج از محدوده اونها مورد بررسی قرار میگیرن و هر روش خلاقانه برای بشارت به گم شده ها معمولا برچسب واپسگرایی میخوره در فهرست نبایت هاش و رقص، فعالیت اجتماعی، سبکای موسیقی، استفاده از تلویزیون، استفاده از دود و نورپردازی در اجراها هم هست. و این فقط یک لیست کوتاهی از قوانین نون هاست فقط بعضی از موارد واضح رو لیست کردم اگرچه شکل های شریعت دیگه هم وجود داره که خیلی خطرناک ترند اینها معیارهای تحمیل شده یا اغلب خود تحمیلی هستند که مردم به جد از اونها پیروی میکنن تا نجات پیدا کنن رشد روحانی داشته باشن یا ظاهر افراد رو بر اساس اون قضاوت کنن یه مثال از این دست افرادی هستن که فکر میکنن با دعاهای طولانی یا مقدار روزهایی که روزه میگیرن یا با خوندن کلام به شکل گزینه ای میتونن به فیض خدای و لطف و رحمت اون دست پیدا کنن شاید به خاطر اینه که تقلا میکنیم تا بخشش رو به دست بیاریم و یه جورایی به خاطر خطامون از پا در میاییم این رفتار باعث میشه تمرکز از عیسی برداشته بشه و روی خودمون قرار بگیره این شریعت گرایی این دنیا دوستیه شریعت گرایی ممکنه در باور ما به دسترسی بیشترمون به خدا به خاطر خدمت پرتلاشتر در بشارت یا کلیسا نمود پیدا کنه یا باور داریم که دعاهامون زودتر شنیده بشه چون اخیرا هیچ گناه مهمی مرتکب نشدیم طرز فکر ناگفته اینه که ما حساب بانک روحانیم رو با رفتار اعمال و کارهای خوب پر میکنیم شریعتگری اجازه نمیده شخص به خاطر فشار شریع در خدمت از زندگی لذت ببره چه کارهای اداری کلیسا باشه داوطلبانه باشه یا وقت گذاشتن برای فقرا باشه چون محبت انگیزه اون کارها نیست بیشتر به دست آوردن لطف خدا هدفه فریسی که بدنامترین گناهکار شهر را قضاوت کرد نمونه کلاسیک شریعت گراییه میدونی شریعت چی کار میکنه شادی مردم رو میدزده و میلو کلام چی میگه کلام میگه زیرا پادشاهی خدا خوردن نوشیدن نیست بلکه پارسایی سلامتی و شادی در روح القدس است شادی کارت دعوتی برای گم شده هاست وقتی گم شده ها ببینن علارغم شرایط ما چقدر شاد هستی میگن تو یه چیزی داری که من ندارم بعضی از این افراد که شدیدا شریعت گرا هستند و دنیا دوستی رو در زیر سایه قانون گرایی کردن باید این قسمت کلام را بخونن که میگه با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا مرده اید چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند تن به قواعد آن میدهید قواعدی که میگوید این را لمس نکن با آن لب نزن اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می رود و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است هرچند به سبب دربرداشتن عبادت داوطلبانه و خار کردن خیشتن و ریاضت بدنی ظاهری حکیمانه دارد اما فاقد هر گونه ارزش برای مهار تمایلات نفسانی است جالبه که پولس قوانین عبادت داوطلبانه و خار کردن خیشتن و ریاضت بدنی رو از قدرت های دنیا میدونه این شریعت گرایی نه اینکه بی بند و باری روابط جنسی قط دوزی مستی یا چیزای دیگه از دنیا نباشه این فقط شکل دیگه کسایی که چنین شریعت گرایی رو وضع میکنن عموما متوجه نیستن خودشون در دنیایی که اونو نه میکنن قلو زنجیر شدن شریعت گرایی قلب رو پاک نمیکنه و قلب هدف دنیاست با درک بهتر از اینکه دنیا چی نیست میخوام جلسه بعد درباره چیستی دنیا صحبت کنم و اینکه دوستی با دنیا چه عاقبتی داره و چه زندگی زیبایی رو از ما میدزده چیز مفیدی از این جلسه گرفتین